این هفته ربات ها خرید می کنند. این نارنجی کوچیکه، این آبی گنده و این سفید درازه. همینطور چشم هایش در فروشگاه و زمین بازی. اینها سفارش های مشتریان آمازونه که برداشته شدن و دارن میرن برای بسته‌بندی و ارسال. در نزدیکی دفتر اصلی آمازون، این فضای 79 هزار متر مربعی مرکز ارسال بسته‌های آمازون در سیاتل، یکی از 300 مرکز مشابه در جهان. اینجا جایی که اجناس رو توش نگهداری میکنن تا به محض خرید آنلاین از اونجا برای مشتریان فرستاده بشن. اینجا یکی از 25 مرکزیه که توش آخرین فناوری‌های روباتیک به کار گرفته شده تا این بزرگترین خرده فروش دنیا بتونه بازدهیش رو بالا نگه داره. در حالی که انسان‌ها اجناس رو به محوطه انبار وارد یا ازش خارج می‌کنند، این ربات‌های نارنجی کوچیک هدایت قفس‌های زرد حاوی بسته‌ها رو در داخل انبار به عهده می‌گیرند. جایی که میذارنشون و مسیری که برای رسوندنشون به آدم‌ها انتخاب می‌کنند توسط یک نرم‌افزار گزینش میشه. تا همین اواخر اگر کسی می‌خواست از لابلاشون رد بشه باید به سامانه می‌گفتن تا ربات‌ها رو کلاً از اون محوطه دور نگه دارن. اما حالا هر کی یک جلیقه داره که به کمک اسکرهایی که درونشه یک حباب حفاظتی نامرئی پیرامونش ایجاد می‌کنه تا ربات‌ها بهش نزدیک نشن. البته بعضی از کارکنان آمازون قبول ندارن که این شرکت هواشونو داره. آمازون متهم شده با کارمندان یا به قولی شرکاشون مثل ربات برخورد میکنه و براشون اهدافی تعیین میکنه که برای رسیدن به اونها فرصت دستشویی رفتن هم کم پیش میاد. حین بازدید گروه کلیک، آمازون خیلی تلاش داشت تا روی اهمیت یا حتی حیاتی بودن انسان در ساختارش تاکید کنه. من رابطه انسان و ربات‌ها رو در همکاریشون میبینم. ماشین‌های بهتر ماشین‌هایی هستند که بهتر همکاری می‌کنند. اینجا انگیزه ما نیاز به محصول ارزان‌تر و تنوع بیشتره. ولی هدف ما ماشینی کردن کامل نیست. اگر دقت کنین انسان در حل مسئله خوبه و در فکر کردن و استفاده از خلاقیت. مثلا اینجا ربات‌ها اجناس رو در این جعبه‌های زرد می‌آورند و انسان با استفاده از توانایی ادراکی خودش سعی می‌کنه ببینه بهترین شکل چیدن اجناس بزرگ و کوچیک و متوسط داخل این جعبه ها چیه تا بشه بیشترین تعداد جنس رو در یه فضای ثابت انبار کرد. پس انسان ها کارهای فکری رو انجام میدن و ربات ها کارهای سنگین و دقیق رو و حداقل در حال حاضر به نظر میاد سمفونی از انسان و ماشین در حال نواختنه. آدم واقعا به جاهایی مثل آمازون و علی بابا باید بره تا از نزدیک درک کنه که اون تو واقعا چه خبره. اما بریم به لاس وگاس تا یک نمونه از کاربردهای ربات رو در انجام کارهای پیش و پا افتاده تر ببینیم. صبح یه روز عادی در یک شعبه فروشگاه والمارت در نوادا. اما میشه گفت اوضاع چندان هم عادی نیست. اگه شما از اون دسته افرادی هستین که ظهور ربات ها رو پیش بینی کرده بودین، بعیده تو ذهنتون همچین ماشین نظافتچی صنعتی رو تصور کرده باشین. درسته، این هیچ شباهتی به دستگاه های آینده نگرانه نداره و البته اصل ماجرا هم همینه. چون در آینده که هوش مصنوعی ربات ها قراره همه جا دور و برمون باشن، باید بتونن داخل سیستم های موجود هم قرار بگیرن و این چیزیه که اینجا اتفاق افتاده. این یکی از 360 باتیه که بعد از یه دوره آزمایشی موفق در فروشگاه‌هایی در سراسر آمریکا به کار گرفته شدن. با دیدن این دستگاه در حال حرکت، آدم فکر می‌کنه از کنترل خارج شده. اما راستش می‌دونه داره چیکار می‌کنه. به لطف چندین لیزر و دوربین و حسگر، نقشه‌ای از محیط کارش داره که کمکش می‌کنه به کسی یا چیزی نخوره و یه نقطه رو دوبار تمیز نکنه. طبیعتاً نمی‌تونه همه رو راضی کنه. یه جدای عجیبه، بهتون این حس رو میده که کسی باید بدونتش،
اما دیدم یکی جلوش رفت و اون به صورت خودکار وایستاد. نکته مثبتش اینه. نه من رو اصلا اذیت نمی کنه. به نظرم اتفاقا خیلی باحاله. میخوام بپرم روش رو برونمش. 1984 راجع به برادر بزرگ که همه جا شما رو میبینه گفته بود. اما مدیر شب این فروشگاه خوشحاله. دستگاه با تلفنش سینک میشه و اگه به مانعی بر بخوره یا کارش تموم بشه بهش خبر میده. والمارت فکر میکنه این تازه اول کاره و به لطف یادگیری ماشینی این بات ها میتونن کارایشون رو بهتر کنن و بعضی وظایف یدی رو از روی دوش کارمندا بردارن تا اونا بتونن به مشتری ها برسن. شرکتی که این فناوری رو تولید کرده داره حسگراش رو تو دستگاه های مرتبط با تحویل کالا و سلامت هم قرار میده. صنعت روبوتیک رو تا الان پیشرفت های مهندسی و علاقه به طراحی چیزهای جدید و شیک جلو برده که باعث شده از طراحی چیزهایی که واقعا تأثیر گذارن غافل بمونه. ما معتقدیم کاری که باید کرد تلفیق هوش مصنوعی و روبوتیک با سیستم های موجود و ماشین های موجود. و اینم یک ربات دیگه برای استفاده در فروشگاه ها. My name is Pepper. I'm a humanoid robot and I'm 1.20 meters tall. احتمالاً پپر قبلاً هم توی کلیک به حضورتون مشرف شده. رباتی که جواب مراجعان رو در حوزه‌ای مشخص میده و در واقع یک ظاهر خوشمشرب و بانمک برای یک دستیار صوتی که میتونه چهره شما رو هم ردگیری کنه. I've notified the branch management of your request to speak to an associate. Someone will be with you shortly. مشکل اینه که راحت میشه یک تصویر غلط از میزان پیشرفت هوش مصنوعی ارائه داد، مثل مجبور کردن پپر به صحبت با دولت بریتانیا در مورد هوش مصنوعی. با این حال تا الان بیش از 10,000 پپر توسط سازندش به گوشه و کنار عالم فرستاده شده و این نشون میده حتما یه جای کار سافت بانک روباتکس درست بوده. پپر با شکل و شمایلی جذاب و دوستانه طراحی شده تا شما دلتون بخواد طرفش بریم، ولی از طرف دیگه خودش هم میتونه شما رو ببینه و صداتون کنه و به طرفتون بیاد. فرم فاکتور یا شکل و قالب مهمه. روبوتی که میتونه پارکور کار کنه احتمالاً مثل پپر برای واسطادن توی فروشگاه طراحی نشده و برعکس، پپر برای پارکور کردن درست نشده. سافت بانک روبوتکس علاوه بر این سخت مشغول قاپیدن شرکت‌های روباتیک در گوشه و کنار دنیا بوده. معروف‌ترینشون بوستون داینامیکسه که بات‌هاشون خیلی فرصت سر و کله زدن با مشتری رو ندارن. معامله جدید سافت بانک این ربات به اسم برازنده تالی یا همون دراز که توی مغازه میگرده و موجودی اجناس توی قفسه رو زیر نظر میگیره و تعدادشون رو بررسی میکنه. داره آروم آروم ازش در فروشگاه‌های تو آمریکا استفاده میشه و در آینده قرار اطلاعاتش رو به رفیقمون پپرخان بفرسته تا به نوبه خودش بره سراغ مشتری‌ها و بر اساس میزان موجودی خرید یک جنس خاص رو بهشون پیشنهاد کنه. ولی اگه همچین اتفاقی بیفته و کارهایی که انسان‌ها انجام میدن رو ربات‌ها بر عهده بگیرن، تکلیف آدم‌های از کار بیکار شده چیه؟ اون چه داره اتفاق میفته اینه که ربات‌ها دارن کارهایی رو میگیرن که آدم‌ها مجبور بودن انجام بدن. 25 تا 26 درصد کار یک کارگر در فروشگاه در یک روز عادی به انجام کارهای پیش پا افتاده میگذره. در صنعت خودروفروشی میزان جایگزینی کارمندا 66 تا 67 درصده، حداقل در آمریکای شمالی، که مشکل فوق‌العاده بزرگی برای خودروفروشی هاست. اونا واقعا نمیتونن آدم‌ها رو در دراز مدت سر شغلشون نگه دارن، یعنی مرتب ریزش نیرو دارن. تا جایی که میشه با محول کردن بعضی کارهای تکراری به ربات‌ها، مثلا گرفتن موجودی کالا که شاید کارمندا مجبور به انجامش بودن و به سختی میتونستن کارمند کافی برای انجامش پیدا کنن، یکم به حلش کمک کرد. حالا کارمندا میتونن رو تعامل با مشتری تمرکز کنن، چون اغلب مردم میگن اگر با یک انسان طرف باشن و یکی باهاشون صحبت کنه حتما جنس بیشتری میخرن. من با این تصور موافق نیستم که اون آدمهایی که مجبور به انجام این کارا هستن به خاطر پولش دارن انجامش میدن و اینجوری از کار بیکار میشن. شما از تعداد آدمها کم نمیکنین، بلکه به اون تعداد امکان میدین که کار بهتری انجام بدن. این تصور که الان تعداد کارمندا به اندازه کافیه غلطه. یک خرده فروش به 150 نفر احتیاج داره، در حالی که الان فقط 100 تا تونسته پیدا کنه. آمارهای بانک جهانی حرفم رو تایید میکنه. با اومدن ربات‌ها شغل‌های بیشتری ایجاد میشه.
این هفته اینستاگرام تایید کرد که علت تغییر در تعداد فالوور بعضی از حساب‌های کاربری صرفاً یک اشکال فنی بوده. تعدادی از کاربران اینستاگرام فکر کرده بودند علت این کاهش حذف حساب‌های جعلیه. روسیه گفته تا قبل از آوریل آینده خودش رو به طور موقت از شبکه جهانی اینترنت قطع می‌کنه تا سامانه دفاع مجازیش رو آزمایش کنه. و اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا در گزارش سالانش فناوری ماشین خودران اپل رو در جایگاه آخر قرار داده. در این گزارش اومده که ماشین خودران اپل تقریباً در هر 1.5 کیلومتر به توجه راننده نیاز داشته، در حالی که ماشین خودران ویمو که پیشتاز این حوزه است تقریباً در هر 17000 کیلومتر هم نیازی به کنترل خودرو توسط راننده نداشته. البته ظاهراً استاندارد یکسانی برای نحوه محاسبه این موارد وجود نداره. شرکت DJI سازنده معروف پهپاد گفته محدوده‌های جغرافیایی پهپادهاش رو گسترش میده و در اطراف پایگاه‌های حساس و باند فرودگاه‌ها مناطق ممنوعی تعریف می‌کنه تا پهپادهای خونگیش وارد محوطه این اماکن نشن. این تغییرات به دنبال بسته شدن باند و مختل شدن پروازها در فرودگاه گتویک لندن انجام میشه که به خاطر پرواز چند پهپاد در اطراف فرودگاه اتفاق افتاد. قانونگذاران در بریتانیا قرار نقش اعتیادآور فناوری رو مورد تحقیق و بررسی قرار بدن. در جریان این تحقیق قرار شواهدی از تأثیر رسانه‌های اجتماعی، واقعیت مجازی و استفاده بیش از حد از گوشی‌های هوشمند در جامعه و به ویژه کودکان ارائه بشه. آرسنال، لیورپول و منچستر سیتی، سه باشگاه لیگ برتر فوتبال، در همکاری با اینتل برای طرفدارانشون یه تجربه ویدیویی 360 درجه تدارک دیدن. با این امکان که از ماه آینده در دسترس خواهد بود، میشه مسابقات فوتبال رو از هر گوشه زمین و از زاویه دید هر بازیکن تجربه کرد. و در آخر، شرکت خودروسازی فورد سیستم حفظ حرکت ماشین بین خطوط جاده رو در تخت خواب آزمایش کرده. فورد گفته هدف از این کار راضی و خوشحال نگه داشتن زوجها هنگام خوابه. در نمونه آزمایشی تخت هوشمند فورد، اگر یکی از دو نفر وارد محدوده طرف مقابل بشه، تخت هوشمند با استفاده از چند حسگر و یک تسمیه نقاله اونو دوباره سر جای خودش برمیگردونه. فروشگاه مواد خوراکی آمازونگو در سیاتل یکی از 9 فروشگاه مشهوریه که صندوق پرداخت نداره. یک رمز QR بهتون اجازه ورود میده و بعد دیگه آزادین تا بچرخید و هرچی میخواین بردارین و بذارید توی سبد خریدتون یا برگردین سر جاش و آخر سر هم سر مبارک رو بندازید پایین و بزنید بیرون. در این فروشگاه روی اجناس نشانه یا برچسب نذاشتن و همه کارها توسط حسگرهایی که روی قفسان و یه سامانه بینایی کامپیوتری که همه چیز رو زیر نظر داره انجام میشه. شمار دوربین هایی که توی سقف کار گذاشتن از دوربین های توی قمارخونه های لاس وگاس بیشتره. آمازون به کسی نمیگه این سامانه دقیقاً چطور کار میکنه. تنها چیزی که بهمون گفت این بود که از فناوری تشخیص چهره استفاده نمیکنه. ولی قاعدتاً حرکت مشتری ها در فروشگاه ردگیری میشه. آمازون پیشتر گفته بود که برای مواقعی که نرم افزار نتونه تصمیم بگیره چه اتفاقی داره میفته، کارمندانش آماده‌اند تا تصاویر دوربین ها رو بررسی کنند. آمازون نگفته میزان خطای سامانشون چقدره یا چند بار مشتری‌ها تقاضای برگشت پولشون رو میکنند یا سامانه چقدر نسبت به چیدمان نامنظم اجناس یا جای غلطشون حساسه. اما برای مشتری تجربه همونی که باید باشه. خلاصه میری بیرون و حدود 1-2 ساعت بعد هم یک صورتحساب کامل از خریدتون در اپ ظاهر میشه. درسته که آمازون داره در این زمینه مخفی کاری میکنه، اما تنها شرکتی نیست که داره روی همچین تجربه خریدی کار میکنه. در گزارش بعدی مورد مشابهی میبینیم، این بار در اسرائیل. سری میزنیم به دفتر مرکزی تریگو ویژن در تل آویو تا ببینیم فروشگاه فرضیشون چطور کار میکنه. اینجا هم مثل آمازون گو راه حلی برای پرداخت آسون سبد خرید ارائه شده که در واقع یه صندوق پرداخت سریعه که میخوایم آزمایش کنیم. سبد هم دیگه داره پر میشه. امیدوارم برای همش پول داشته باشم. شبیه تجربه آمازون، اینجا هم فروشگاه از بالا زیر نظره، اما در قفسه ها حسگری کار نذاشتن. اپی نباید دانلود کرد و خروجی هم در کار نیست. دوربین ها از سقف، قفسه ها، مشتری و سبدش رو زیر نظر دارن. اگه این کارو بکنین به صورت خودکار به صورت حسابتون اضافه میکنه. یا اگه از سبد برشون دارین صورت حساب به روز میشه. دوربین ها ویدئوی تصاویر رو به صورت زنده میفرستن به سرورهای فروشگاه، جایی که الگوریتم های خودران تریگو ویژن اون چه در حال اتفاق رو رمزگشایی میکنن.
اونو از فروشگاه و همه محتویاتش و مشتری‌ها یه اسکن سه‌بعدی تهیه می‌کنن. ما تعداد قابل توجهی عکس از کره بادوم زمینی میگیریم در فضای فروشگاه و در موقعیت‌های مختلف. بعد اونا رو وارد سیستم می‌کنیم و بهش میگیم این کره بادوم زمینیه یا این چیپسه. از اونجا سیستم خودش رو آموزش میده و مرتب الگوریتم‌هایی برای خودش می‌سازه تا یاد بگیره و بتونه در آینده تشخیص بده که این یه چیپسه یا یه محصول دیگه. این وسط کلی ویدیوهای به درد نخور تولید میشه که 99%شون رو می‌ریزن دور و فقط بخش کوچیکی شامل لحظاتی خاص در نظر گرفته میشه. این برای شام چطوره؟ بعد وقتی کار مشتری تموم میشه میره سراغ این نمایشگر تا فهرست همه اقلام رو اونجا ببینه و به سرعت هزینه رو پرداخت کنه. مشتری ها ممکنه هنوز برای فناوری های آینده نگرانه آماده نباشن. ما میخوایم این فرصت رو بهشون بدیم تا بتونن چیزی که خریدن رو تایید کنن و نه اینکه خودشون رو موقع ورود به فروشگاه معرفی کنن. این تجربه فعلا بدون عیب و ایراد نیست و در مرحله آزمایشیه، ولی قاعدتا در نهایت و با هر خرید سیستم باهوشتر میشه. راه حل‌های دیگه از جمله زدن برچسب‌های RFID روی اجناس هم مورد استفاده قرار گرفتند. در مدل نمونه پاناسونیک مشتری باید با سبد خریدش از یک خروجی مجهز به حسگر رد شه. در مقابل با سیستم فوجیتسو باید چرخ دستی خریدتون رو بذارین تو این دستگاه تا اجناس رو وزن کنه، نبضتون رو برای تشخیص هویت بگیره و صورت حساب رو بده بیرون. اما آیا این فناوری ها صرفا ایده های علمی تخیلی هستند یا ممکنه به زودی به واقعیت بدل شن؟ به نظر من تقریبا قطعیه که در 2 سال آینده این فناوری ها وارد فروشگاه های معمولی بریتانیا میشن. برای مشتری ها جذابه. رضایت مشتری از این فناوری خیلی زیاده چون مشکل آزاردهنده خرید در مغازه رو حل میکنه. شما نمیخواین به جای خرید جنس وقتتون رو برای پرداخت پول تلف کنین. شما همینطور میخواین راحت تر جنس مورد نظرتون رو پیدا کنین. مشتری ها در بریتانیا همین حالا هم خیلی زیاد آنلاین خرید میکنن. من دلیلی نمیبینم که به این فناوری هم علاقمند نشن. یه بار که اون رو تجربه کنن به گوش دیگران هم میرسه که این سیستم باحاله. به نظرم به شکل گسترده‌ای به کار گرفته خواهد شد. استارتاپ تریگو ویژن با شفرسل، بزرگترین سوپرمارکت اسرائیل، قرارداد بسته تا فناوریش رو در بیش از 270 فروشگاه نصب کنه. حالا با این شکلات و بسته برنج و چیپس چه شامی درست کنیم؟ حالا از خرید هوشمند بریم سراغ پخش زنده هوشمند. میخوایم ببینیم هوش مصنوعی در آینده پخش بازی‌های ورزشی چه تغییری میتونه ایجاد کنه. بسکتبال یکی از پرسرعت‌ترین و پر انرژی‌ترین ورزش‌هاست. همین باعث میشه ثبت سرعت و تحرک بازی کار سختی باشه. در انستیتوی ورزش انگلیس در شفیلد فناوری جدیدی به کار گرفته شده تا این کار رو کمی آسان‌تر کنه. با این فناوری تازه دیگه برای تصویر برداری از بازیکن‌ها و روند بازی نیازی به فیلم بردار نیست. تصاویری که می‌بینید ممکنه شبیه بقیه تصاویری باشه که تا به حال از پخش مسابقات ورزشی دیدین، ولی در واقع خیلی با اونا فرق داره. در تولیدش آدم‌های خیلی کمی دخیل بودن و کار هدایت دوربین‌ها و فیلم برداری کاملا خودکار انجام شده. این سیستم توسط شرکت اسرائیلی پلی سایت درست شده و اولین بار برای پخش زنده اینترنتی بازی بین شفیلد شارکس و نیوکاسل ایگلز، دو تیم حرفه‌ای بسکتبال بریتانیا، ازش استفاده شده. بخشی از تولید خودکاره. ما ابزارهای تحلیلی فوق‌العاده پیشرفته‌ای داریم که همه به کمک هوش مصنوعی و یادگیری عمیق کار می‌کنن، که یعنی نه فقط می‌تونیم بازیکن‌ها و توپ رو دنبال کنیم، بلکه می‌تونیم رویدادها رو هم به صورت خودکار تشخیص بدیم. سیستم می‌تونه 2 امتیاز، 3 امتیاز و پاس‌ها رو ردگیری کنه. اطلاعات رو می‌تونه از منابع مختلف مثل جدول امتیازات یا شناسایی دستی بگیره و رویدادها رو بسازه. با اینکه به نظر میاد دوربین حرکت میکنه، ولی در واقع یه دوربین ثابت وضوح بالا همه زمین رو پوشش میده. نرم افزار بر اساس اتفاقی که در جایی از زمین جریان داره زوم و حرکات رو دنبال میکنه. نمایش گرافیکی امتیازات و زمان بازی روی تصویر هم بر اساس ویدیویی که از تابلوی فیزیکی اعلام نتایج بازی در سالن دریافت میکنه تولید میشه.
You can actually become your own TV director. شما در حقیقت میتونین کارگردان تلویزیونی خودتون بشین. چون با نگاه کردن به اپتون میتونین بازی امشب رو تماشا کنین و بخشای خوبش رو ببینین. و حتی میتونین رو گوشیتون برگردین عقب صحنه مورد نظر رو دوباره ببینید. میتونید تگش کنید و برای دوستاتون بفرستید روی شبکه‌های اجتماعی. تجربه استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو به مراتب از چیزی که الان هست بهتر می‌کنه. قطعا این کار رو میکنه، بخشش به خاطر اینکه به رشد ورزش کمک میکنه و بخشی هم چون اون رو در دسترس تعداد بیشتری از مردم میگذاره، به خصوص که فناوریش هم در اختیارشونه. شما به عنوان هوادار یه تیم میتونین این فرصت رو داشته باشین که ببینین مربی یا مسئولین در مورد چی حرف میزنن. پلی سایت ادعا میکنه این سیستم اونقدر پیشرفته است که از ریتم فوق‌العاده تند بازی عقب نمیمونه، اما همیشه هم دقیق نبود. اما اهل فنی که پخش آزمایشی بازی رو تماشا کردن تحت تاثیر پتانسیل های این فناوری قرار گرفتن. این فناوری فوق‌العاده‌ایه، محشره. اونا کلی از جایی که 2 یا 3 سال پیش بودن جلوترن. چند سال پیش داشتن به این فناوری فکر میکردن ولی تا حالا بهش نرسیده بودن. اما الان فوق‌العاده است. این فناوری برای ورزش فراتر از پخش زنده پیامدهای دیگه ای هم داره. طرحی وجود داره تا ازش در داوری ویدئویی در بسکتبال استفاده بشه، شبیه چیزی که در فوتبال و راگبی اتفاق افتاده و خیلی ها معتقدند برای این رشته هم لازمه. در بسکتبال تا آخرین لحظات هم بازی حساسه. برد و باخت بازی ها در اون چند ثانیه آخر اتفاق میفته و داور باید تصمیم بگیره که توپ قبل از لحظه پایان بازی از دستش پرتاب شد یا نه. حالا این امکان رو داریم که از زوایای مختلف به این لحظه نگاه کنیم و بگیم موقعیت این بود و تصمیم بگیریم. در مجموع میتونه همه چی رو تغییر بده. من فکر میکنم هم میتونه به مسئولین کمک کنه، هم به مربی‌ها تا در لحظه بازی سلامت بازی رو حفظ کنن. این سیستم قرار از تابستون امسال در همه بازی‌های لیگ بسکتبال بریتانیا به کار گرفته بشه. پلتفرم‌های مشابهی هم در این زمینه تولید شدن و با فراگیر شدن سیستم‌هایی که بر اساس هوش مصنوعی کار می‌کنند، به نظر میاد دیگه حذف تهیه کننده تلویزیونی چندان هم دور از ذهن نیست. امیدوارم حداقل به این زودی‌ها اتفاق نیفته. بریم سراغ گیم. علیرضا واصفی این بار رفته به سراغ بررسی یک بازی که همبازی‌ها شخصیت‌های کارتونی دوران بچگیامون هستند. اسم گیم هست Kingdom Hearts 3. اگه بچه دور براتون هست یا بچه درونتون هنوز زنده است، حتما این گزارش ببینید. اگر از بزن بزن و شلیک و بکش بکش و تیکه تیکه کردن دشمناتون دیگه خسته شدید، دنبال یه بازی آروم و گوگولی مگولی میگردید، کینگدام هارت 3 میتونه یکی از انتخابا باشه. 14 سال طول کشید تا سازنده های ژاپنی کینگدام هارت بتونن نسخه سومشو بیرون بدن. البته این مجموعه کلی نسخه های کوچیکتر با اسم های مختلف برای موبایل، وی آر و کنسول های مختلف درست کرده. نه یه شهر دو شهر، یه دنیاییه که تمام ساکنینش قهرمان‌های مورد علاقتون توی کارتون‌های پیکسار و والت دیسنیه. فقط جای اکثر قهرمان‌های مارول و جنگ ستارگان خالیه. این که داستان چیه و چطوری به اینجا رسیده خداییش خیلی پیچیده و شلوغه. فقط خوره‌های این بازی اونم بعضی‌هاشون ازش سر در میارن. اما خلاصه این قسمتش اینه که سورا، قهرمان اول بازی، تمام توانایی‌هاش رو از یاد برده. برای همین دنبال به دست آوردن اونها راه میفته و با اهریمن‌های تاریکی می‌جنگه. Okay, who's the new pest? Say hello especially to your old friends. گوفی و دانلد داک همراه‌های اصلی سورا تو بخش عمده ای از داستان بازی هستن. کی‌بلید، همین کلیدی که مثل شمشیر دست سورا هستش، انواع مختلفی داره، توی سرزمین‌های مختلفی که هستید عوض میشه. شما علاوه بر این از جادو هم میتونید استفاده کنید. ژانر بازی اکشن RPG و توی نبردها شما همزمان میتونید چند تا کاراکتر رو ازشون استفاده کنید. حرکت دوربین و کنترل کاراکترها اغلب راحته، به جز بعضی از نبردها، مخصوصاً هیولاهای بزرگ.
موسیقی متن هم چنگی به دل نمیزنه. به جز نبردها که موزیک خود دیسنیه. بیشتر از یه بازی خیلی شبیه کارتونی هستش که سعی کرده یه جورایی مخاطبشو بیشتر درگیر کنه و سهم بیشتری از یه تماشاچی بهشون بده. کمبوهایی که با همراهاتون اجرا میکنید متناسب با شخصیت‌ها و سرزمین‌هاشون عوض میشه که به بازی یه جورایی جون میده. چیزی که معمولاً تو بازی‌های دیگه پر از پاشیدن خون و خشونته. از طرفی ریتم کند و طولانی و ساده بودن مکانیک بازی اونو برای آدم‌هایی که به بازی‌های تند و پر هیجان عادت دارن یکم غیر جذاب میکنه. Here, Sora. Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ماست به نشونی bbcpersian.com/kiliki از طریق یوتیوب BBC فارسی قابل تماشاست. برنامه قبلی ما اونجا هست. با ما در تماس باشید از راه توییتر باشن از ساعت پرژن کلیک. و همینطور از طریق صفحه فیسبوک ما که فیسبوک جدیدیه، صفحه جدیدیه و آدرسش رو اینجا می‌بینید. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.